موضوع صحبت ما با آقای فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل است که از استودیوی کابل البته با ما هستند. آقای فرامرز سلام بر شما، خسته نباشین. باز هم یک عملیات بسیار گسترده و پیچیده با استفاده از یک موتر بزرگ، یک گروه از مجرمین در یک منطقه که در شهر کابل تقریبا یک بلاک از وزارت دفاع افغانستان واقع شده صورت میگیره. چطور نیروهای امنیتی نتانستند که این واقع را خونسا کنند و چطور این موتر به هدف رسیده؟ تشکر، سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. در ارتباط به اینکه چگونه این موتر به این محل رسیده، بعد از تکمیل بررسی ها با رسانه و با مردم عزیز خود شریک خود ساختیم، اما تنها این یک واقعی نیست که حراس افغان ها به اون موفق شده باشند. حداقل به هدف خود بسیاری از برنامه هایی که تروریست ها در کابل تر ریزی کرده بودند، حداقل در 4 هفته گذشته بسیار از او برنامه ها منحل شد، از طرف نیروی امنیتی ما مهار شد و موفق نشده بودند. اما متاسفانه امروز باز هم یک حمله وحشیانه از طرف حراس افغان های طالب در کابل صورت گرفت که متاسفانه تعداد از همشهری های عزیز ما که افراد ملکی هستند شهید و مجروح شدند. گفتم که یک مخبر طالبان زنده در محل توقیف شده. معلومات بسیار ابتدایی شما در قبالی که این ممکنه این واقعه در کجا پلان شده باشه و چه کسایی در او شامل هستند چیست؟ چرا که معمولا وقت طالبان مسئولیت میگیرن، مقامات افغان میگن که این شبکه حقانی است یا شبکه های دیگه که در حملات از این شامل هستند. خب زود است که در این مورد صحبت بکنیم، اما یک فرد مشکوک امروز از محل یادسه بازداشت شد توسط نیروهای امنیتی ما و بعد از تکمیل بررسی ها در این مورد معلوم میشه که کدام گروه و در کجا این حمله را ترویج کرده بودند. اما در کل عملیات به قسم صورت گرفت که پاکسازی شد از اوسایی که مهاجمین حمله کرده بودند و تمامشان از پادر آورده شده. اکنون امو مواد منفجره که با خود عمل کرده بودند آورده بودند، بخاطر جنوب غیر قابل انتقال بود، در ساعت توسط نیروی امنیتی ما منفجر داده میشه، عملیات ختم شده. خب طالبا در این حمله میگن که وارد منازل مردم هم شدن، برخی گزارش های ابتدایی مطبوعات ها کیست، با چه تعداد بوده تعداد از این مهاجمین و آیا با داخل منازل مردم هم شدن، اونا را گروگان گرفتن و یا کشتن یا خیر؟ خب هدف طالبا همیشه وقت حمله کردن بر جای افراد ملکی بوده، ما شاهد از این هستیم و بیشترین مجروحیت که امروز مردم ملکی ما داشت از آدرس میاملی طالبا بسیار واضح نشان میده که هدف از اینا مردم ملکی بوده، نه کدام جای دیگر. و اینکه به منازل مسکونی داخل شده باشه طالبان این گونه موضوع نیست. ما بیش از 210 نفر از افراد ملکی را از اطراف موقعیت که اینا اونجا هجوم آورده بودن نجات دادیم و دور ساختیم از محل حادثه. فقط در موقعیت قرار گرفته بودن، یک منزل نیمه کاره بوده، اونجا کس زندگی نمی کرد و در اونجا سرکوب شدن. تعداد مهاجمین به چه تعداد بودن و آیا نیروهای امنیتی افغان در این جنگ که چند ساعت جریان داشت تلفات هم داشتن یا خیر؟ 5 نفر از مهاجمین بودن و چون چند ساعت به این دلیل دوام کرد عملیات، چون اطراف در این تعمیر کینا حضور پیدا کرده بود نیروهای امنیتی ما بخاطر عملیات، اونجا به خانه‌های مسکونی هم بود، بخاطر که ما تلفات و ملکی نداشته باشیم به درازا کشید به چند ساعت این عملیات و کس از نیروهای امنیتی ما فقط 1 نفر شهید داریم و بیشتر ما قسم قبلا گفتم تعداد زیاد از افراد ملکی در این حمله حراس افغان‌های طالب مجروح شدند. ممنون و سپاس از شما آقای فرامرز از شرحی که البته معلومات ابتدایی که در قبالی حمله برای بیننده‌ها دادند. تشکر.